تریستان نوشته توماس مان ترجمه استاد شجاع الدین شفا آینفرید بیمارستان معروف دکتر لئانارد از دور به باغ وسیع زیبایی بیشتر شبیه بود حیات این بیمارستان سراسر غرق سر گل و سبز و درخت بود و در میان این گلکاری ها جا به جا آلاچیخ و سندلی های روستایی دیده می شود. که بیماران امراض عصبی بیشتر ساعت روز خود را رو در آنها میگذرانیدند. منظره قله زیبا و پربرف کوهستان که در افق سر برف راشته بود برای این بیماران بسیار شاعرانه و نشاط بخش بود. دکتر لاندر صاحب و مدیر این بیمارستان ریشی سیاه و عینک زخیم داشت و مورد احترام و علاقه عموم بیماران بود. رفتاری جدی و گاه خشن داشت زیرا وی از آن مردان علم و دانش بود که هیچ چیز خونسردی باطنیش را بر هم نمیزد محاذا بیماران او را دوست داشتند زیرا ضعف آنها قدرت دکتر را در نظرشان زیادتر میکرد حتی مخالفین دکتر لاندر یعنی کسانی که به علت موفقیت او به دو رشک می بردم تصدیق داشتم که آین فرید با هوای صاف و پاک خود بهترین نقطه برای درمان بیماران مسلول است. ولی بیماران آینفرد همه مسلول نبودند. زیرا در این آسایشگاه همه نوع بیمار مرد و زن و حتی کودک دیده می شود. دکتر لاندر در مداوای کلیه انواع بیماری در آسایشگاه خود نتایج رضایت بخش گرفته بود. و بیماران او خواه آنهایی که دچار امراض قلب یا تنگی نفس یا فلج و روماتیسم بودند و خواه آنهایی که به علت عوارض عصبی بدین نقطه پناه آورده بودند همه از وضع خود اظهار خوشبختی میکردند گاه در یکی از اتاقهای تمیز و منظم بیمارستان یکی از بیماران که قابل درمان نبود جان میسپرد در این موقع دکتر و کارکنان بیمارستان طوری رفتار میکردند که هیچ کس متوجه این جریان نمیشد و همیشه در این موارد در ساعات خاموش شب بیمار از اتاق بیرون برده میشد و وسیله پذیرایی بیمار تازه فراهم می گشت. در همین ساعات روز و تا پاسی از شب در آینفرد رفت و آمد و گفته شنود ادامه داشت. بیماران گاه در باغ و گاه در سالن بزرگ با هم صحبت می کردن و موزیک می زدند و گاهی نیز برای گردش های دست جمعی به اتفاق دکتر خارج می شدند. ولی همه آنهایی که در این آسایشگاه به سر می واقعا بیمار نبودند. گاه ها کسانی برای درمان درد خود به دانجا مراجعه می کردن که دکتر هیچ گونه ای با نقصی در آنان تشخیص نمی داد. فقط بر اثر اصرار خودشان آنها را در آسایشگاه می پذیرو و در دفتر خیش به دانها بیماران خیالی نام میداد. یکی از این بیماران اشپینگل نویسندهی بود که همیشه اسم او خاطره یک سنگ قیمتی را به یاد می آورد. اشپینگل یعنی یاقوت. وی از مدتی پیش در آینفرید به سر می برد و در آنجا روزها و هفته را یک نواخت و به بتالت می به اینکه واقعا ماندن او در بیمارستان دلیلی داشته باشد. در اوایل ژانویه یکی از بازرگانان ثروتمند به نام کلویتر یاهن رئیس شرکت بزرگ ای ای کلویتر یاهن و شرکا زن خود را به آینفرید آورد. در این موقع دیگر باغ مثل چند ماه پیش غرق گل و سبزه نبود زیرا پرده سپید برف همه جا را در زیر خود گرفته و آلاچیخ ها و قرفه های زیبای باغ را به صورت نقاط دور افتاده و غمانگیز درآورده بود زن جوان که از کرانه های دریای بالتیک به دین نقطه آمده بود دچار بیماری جهاز تنفس بود ولی نامه که کلوتر یاهن از طرف پزشک معالج به رئیس بیمارستان آینفرد ارائه داد حاکی از این بود که خوشبختانه ریاهای وی آسیب ندیده است محاضه آیا ممکن بود نگاهی یک مسلول افسرده تر و رؤیایی تر از نگاهی باشد که در آن هنگام که روی صندلی سفید کنار سالن می نشست و با چهره خسته و رنگ پریده به سخنان شوهر قویه کلش گوش می داد در چشمان زیبایی وی دیده می شود انگشتان او بسیار زیبا و ظریف بود ولی جز یک حلقه ساده هیچ زینتی همراه نداشت گیسوانش بر روی سر حلقه شده بود و این طرز آرایش پیشانی و دو طرف صورتش را بهتر نمایان می کرد. این پیشانی به قدری صاف و شفاف بود که گویی کمترین تماس آن به لطافت آن آسیب می زند. فراو کلوتر با وجود قیافه خسته خود سعی می کرد هر قدر ممکن است حرف بزند و بخندد. سخن گفتنش بسیار شیرین و جذاب بود و هر وقت که میخواست بخندد پیش از آنکه که لبان نازک و شفاف و او به خنده گشوده شود در دیدگان اش اثر تبسم نمودار میشد گاه فشار خنده او را به صرفه وامی داشت در این موارد همیشه شوهرش به سوی او خم می شد و می گابریل صرفه نکن یادت است که دکتر صرفه رو براتو منع کرده هرچند دکتر گفته که ریه تو سالمه با وجود این بهتر از صرفه خودداری کنی ها گابریل در آسایشگاه اتاق زیبا و وسیعی در اختیار کلویتر یاهن و زنش گذاشتند و رئیس بیمارستان دکتر لاندر شخصا مراقبت و مداوای بیمار را به عهده گرفت ورود بیمار جدید در حلقه بیماران آینفرید در همه آسایشگاه هیجانی رضایت آمیز پدید آورد و کلوتر یاهن که عادت داشت همه جا شرح زیبایی زنش را بشنود در اینجا با رضایت غرورآمیزی شاهد گفتگوهایی شد که بین همه حاضرین درباره زیبایی و دلربایی زنش صورت میگرفت ژنرال پیری که از قدیمترین میهمانان آینفرید بود و بیماری قند داشت در نخستین لحظه ای که بیمار تازه را دید دست از قر و معمولی خود برداشت و چند لحظه با نظری تحسین آمیز در سر و پای او خیره شد بیمارانی که دچار فلج دست یا پا بودند از فرد هیجان سعی کردند در برابر او از جای برخیزند و دستهای خود را حرکت دهند حتی خانم اشپاتس پزشک مشاور دکتر لاندر نتوانست از ابراز تحسین خودداری کند و با شوق و علاقه تمام به دو خوش آمد گفت ولی پیش از همه برخورد نخستین دو نویسنده اثر کرد وی در اولین بار در راهرو آسایشگاه با خانم کلوتر یاهن و همراهانش که از سمت مقابل می روبرو شد بناگان ایستاد و رنگش به شدت پرید و برای اینکه نیفتد به دیوار تکیه داد چند دقیقه بعد از آن که بیمار و همراهانش به اتاق خود رفتند به همچنان ایستاده بود و به دنبال آنان نگاه میکرد هنوز دو روز نگذشته بود که همه کسانی که در آینفرد بودند از سرگذشت خانم کلوتریاهن آگاه شدند وی در شهر برمن تولد یافته بود و در همانجا بود که دو سال پیش به ازدواج کلوتریاهن بازرگان آلمانی کرانه بالتیک در اومده و همراه او بدین نقطه سرد شمالی رفته بود دو ماه پیش در آنجا صاحب کودک تندرست و فربهی شده بود ولی تندرستی خود او از این واقعه چنان آسیب دیده بود که دیگر نتوانسته بود نیرو و توانایی گذشته را باز یابد نخستین باری که از بستر وضع حمل برخاست رگه های خونی که هنگام صرف از سینش خارج میشد اطرافیانش را به اضطراب افکند این اضطراب وقتی زیادتر شد که پس از آن نیز با فواصل کم چندین مرتبه این واقعه تکرار گشت پزشک مالج مدتی در مداوای او کوشید سپس به عنوان درمان نهایی استراحت کامل و ممتد را به دو توصیه کرد بدین ترتیب در آن ضمن که کودک سرخ و سفید و به قدم به قدم جای پایی را که در دنیای زندگان برای خود باز کرده بود محکمتر میکرد مادر او مثل شمعی که پیش از خاموش شدن آخرین اشعه خود را بپراکند پیوسته ضعیفتر و فرسودتر می میشد برای اینکه استراحت ممتد مفید افتد دکتر توصیه کرد که هرچه زودتر او را به نقطه خوش آب و هوایی ببرند که آفتاب بیشتر و هوای سالمتر و خشکتری داشته باشد و در نتیجه این دستور بود که شهرت آسایشگاه آینفرید و رئیس آن کلوتریوهن و زنش را به دانجا کشنده بود از روزی که این دو به آینفرید آمده بودم کلوتریوهن همیشه خندان و راضی بود زیرا به قول خودش هم معده و هم وضع اقتصادیش رو به راه بود وی از آلمانی هایی بود که به طرز زندگی انگلیسی و پوشش انگلیسی و سخن گفتن انگلیسی علاقمند بود و وقتی که فهمید یک خانواده انگلیسی مرکب از یک زن و یک شوهر و سه کودک و یک پرستار در آینفرد به سر میبرند خیلی خوشحال بود کلایتر یاهن مردی سالم و قویبانیه بود انواع غذاها را به خوبی میشناخت و مخصوصا در شناسایی شرابهای عالی استاد بود هر وقت با دکتر و جمعی از دوستان تازی آفته خود در بیمارستان بر سر میز مینشست، با قهقه های متوالی از میهمانی ها و سورهای مفصل ولایت خود داستان ها می گفت و همه را برای شرکت در این سورها دعوت می کرد. ولی گذشته از غذا و شراب خوب کلوتر یا به دیگر لذات زندگی نیز بی علاقه نبود. این نکته را نویسنده ساکن آینفرد بهتر از همه می دانست. زیرا یک شب هنگام رفتن به اتاق خود او را در راهرو بیمارستان دیده بود که محرمانه با یکی از پرستاران شوخی میکرد و میکوشید تا از او وعده ملاقات خصوصی تری بگیرد آن شب نویسنده این منظره را دید و با لبخندی استهزا آمیز راه خود را عوض کرد ولی از آن روز به بعد هر بار که یاهن را میدید بی اختیار به یاد این واقعه میافتاد با همه اینها تردیدی نبود که کلوتر یاهن زنش را دوست داشت و زن او نیز نسبت به شوهرش علاق من بود زیرا همیشه گفتار و رفتار شوهرش را با صمیمیت کامل استقبال میکرد و نه فقط با حس اطاعت و تسلیمی که معمولا بیماران در مقابل اشخاص تندرست دارند بلکه با علاقه ای که یک تندرست نسبت به تندرست دیگر می تواند داشته باشد گفته ها و دستورهای او را اطاعت می آقای کلرتر یاهن مدت اقامت خود را در آینفرد زیاد طولانی نکرد زیرا با خود اندیشید که وظیفه اصلی خیش را در آوردن زنش به آسایشگاه انجام داده و او را تحت مراقبت پزشک آزموده گذاشته است به این جهت به فکر بازگشت افتاد منطق او این بود که باید به شهر خودش برگردد تا کارهای تجارتی را روبراه کند و مراقب وضع کودکش باشد این منطق را هم خود او و هم دکتر لاندر و سایرین پذیرفتند و به این ترتیب زن وی گابریل در انتظار بهبودی در آینفرد تنها ماند اشپینل نویسنده ای که از چند هفته پیش در آینفرد به سر می برد آدم عجیبی است تقریبا سی سال دارد قدش بلند و موهایش بلوطی رنگ است ولی به همین جوانی شقیقه هایش به رنگ آمده. درآمده چهرهش گرد و رنگ پریده است هر روز صورت خود را میتراشد نگاهش ملایم و درخشان است و لب بالایی او برجستگی خاصی دارد که به صورت به قیافه امپراتوران روم قدیم را میبخشد طرز لباس پوشیدنش خیلی ظریف و با سلیقه است ولی پارچه همه لباسهایش از پارچه های معمولی است ظاهرش تقریبا همیشه آراسته است و هرکس در نخستین برخورد میل دارد با او صحبت کند اما رفتار او خیر از همه است او از همه کناره می گیرد و دلش می خواهد بیشتر در گوشه که تنهایی به سر برد. تقریبا با هیچ کس معاشرت نمی کند و اگر هم کسی در صدد دوستی با او براید او در اولین وهله فرصت کناره می گیرد. فقط وقتی واقعا شادمان است که با یک منظره زیبایی طبیعی با ترکیب متناسب رنگ های مختلف با محصول بدیع کار یک صنعتگر هنرمند با کوهستان بلند پر برف، مخصوصا با جمال افق در آخرین لحظات غروب خورشید روبرو شود در این موقع ناگهان در چشمانش برق نشاط و تحصیل می و و چهرش گشاده و خندان می شود و فریاد می زند آه چقدر زیباست در چنین لحظاتی وی بی اختیار هر کس را که از کنارش می نگاه می دارد و منظری را که مورد تحصیل اوست به دونشان می دهد پیاپی تکرار می کند ببینید چقدر زیباست خدایا چقدر قشنگه بارها در این موارد هر کس را که نزدیک خود یافته در آغوش کشیده و بوسیده است بی این که بفهمد طرفش مرد است یا زن در اتاق او روی میز همیشه کتابها و مجلات مختلف پراکنده است یکی از این کتابها کتابی است به قلم خود او یک بار خانم پرستار و همکار دکتر لاندر این رمان را خوانده و به همه اظهار داشته است که کاغذ و چاپ و عکس پشت جلد آن خیلی خوب است ولی آدم از نوشتههایش چیزی سر در نمیآورد فقط این نکته بیاد خانم پرستار مانده است که همه کتاب با زندگی زنان زیبا با لوکس و تجمل و با شرح زیبایی مبل و پرده ها و اشیاء قلم زده و کارهای هنری سر و کار دارد ولی بالاخره کسی چیزی از آن نمیفهمد هر وقت اشپینل در اتاق خیش است یا برای دوستانش کاغذ می نویسد یا کتاب میخواند و در هر دو حال به کسی که در را باز می کند می گوید می بینید دارم کار می کنم. چند روز پیش از بازگشت کلویتر یاهن برای نخستین بار نویسنده به او و زنش معرفی شد خانم و آقای کلویتر یاهن برای شام خوردن به سالن بزرگ آسایشگاه آمده بودند نویسنده بعد از همه وارد تالار شد و پس از آنکه دوستانه با عدهای سلام گفت و پاسخ داد به کنار میز خود آمد ولی قبل از نشستن دکتر لامدار طبق معمول او را برای آشنایی با تازه واردین نزد آنها برد و معرفی کرد نویسنده خم شد با احترام دست خانم بازرگان را بوسید و به جای خود بازگشت در چند لحظه اول خیلی ناراحت بود ولی اندک اندک خون سردی خود را بازیافت در ضمن غذا کلوتر یاهن که میزش کنار میز وی بود با او به صحبت پرداخت و از آینفرد و بعض زندگانی در آن گفتگو کرد دو سه بار نیز زن او با ملاحت و ادب خاص خود سوالت کوتاهی کرد که وی معدبانه به دنها پاسخ داد بعد از غذا هنگامی که همه برای صحبت به تالار مخصوص استراحت رفتند، خانم کلوتریاهن آهسته از دکتر لاندر پرسید اسم این آقای که روبری منشسته چیه به نظرم اونو اشپینلی معرفی کردن درست شنیدم نه خانم عزیز اسمش اشپینل و ایتالیایی نیست اهل لمبرگ آلمانه گفتید نویسنده است بله خانم گمان میکنم کتابی هم چاپ کرده که ظاهرا یک رمان عشقیه ولی راستش رو بخواید من از کارهای ادبی اون زیادی ندارم از لحن دکتر خوب معلوم بود که اصلا به این قبیل کارها علاقه من نیست ولی خانم کلیتریاهن به عکس با خوشوقتی فرابان گفت آه چه خوب آدم یه نویسنده باشه من هنوز با هیچ نویسنده ی آشنا نشده بودم دیگر بین آنها از اشپینل صحبتی نشد ولی وقتی که کلوتر و زنش به اتاق خود رفتند و دکتر لاندر نیز خواست از تالار بیرون برود اشپینل یک لحظه دکتر را نگاه داشت و پرسید دکتر اسم این زن و شوهر چیه؟ وقتی شما معرفی کردید من درست متوجه نشدم کلوتریاهن چطور؟ کلوتریاهن؟ yeah و دکتر به این که حرف دیگری بزند از در خارج شد کلوتریاهن yeah به کنار دریای بالتیک به تجارت خانه خود نزد کودکی که روز به روز فر بهتر می شد و نمی دانست که مسئول غیر مستقیم بیماری مادر خیش است بازگشت ولی زن جوان در آین فرند ماند خانم شپاتس مشاور طبی دکتر لاندر با او از روز اول پیوند دوستی بست اما گابریل اصولا با همه ی کسانی که در آین فرند بودند به مهربانی و صمیمیت رفتار میکرد شبها بعد از غذا تقریباً همه دور او جمع میشدند و محفلی میآراستند شگفت این بود که اشپینل نیز که تا آن زمان از همه کناره میگرفت و همه جا وحشی خوی به قلم میرفت ناگاهان در جمع دیگران درآمده بود و حتی پیش از همه در محفل شبانه شرکت می جست و دیرتر از هم از میان جمع می رفت. در تمام ساعت روز نیز توجه او به زن جوان معطوف بود. همچنان که گابریل نیز به گفتگوی با نویسنده اظهار تمایل میکرد. اشپینل همیشه با احترام بسیار به خانم کلویتر یا نزدیک میشد و با صدای آهسته حرف میزد. این گفتگو برای خانم شواتس که غالباً با زن بازرگان همراه بود غیرقابل درک بود زیرا گوش فراب سنگین بود و خوب نمیشنید سخن گفتن نویسنده همیشه با یک نوع آزرم و ناراحتی خاص همراه بود و هر وقت مخاطب او لبخند میزد به جای اینکه این, این تبسم وی را خوشوقتتر کند بر اضطرابش میافزود از اول گفتگو وی هموار مراقب بود تا هر وقت که در چهره زن جوان کمترین اثر خستگی ببیند از او جدا شود ولی خانم کلوتر یاهن هیچ وقت از مصاحبت با او اظهار خستگی نمی کرد و همیشه به دیدن او دعوتش می کرد تا در کنار او و خانم شپاتس بنشیند حتی غالبا از او چیزی می پرسید تا جوابش را به دقت گوش دهد زیرا فکر و قضاوت نویسنده در هر باره طوری بود که تا زن جوان نظیر آن را نزد هیچ کس نیافته بود و این روح غیرادی و آشفته نویسنده هم برای او لذت بخش بود و هم او را باطنا ناراحت می کرد. یک بار از او پرسید آقای شپینل بالاخره نفهمیدم شما برای چه به آین فریند آمده اید راستی های بیماری خاصی دارید؟ بیماری؟ نخانم، گاهی دکتر مرا به زیر دستگاه برق میبرد ولی مقصودش خالی نبودن عریضه است برای اینکه خود دکتر هم نمیداند من برای چه در آین فرند بانده ام حالا این راز را به شما میگویم علت این است که من از سبک بنای این عمارت خوشم میآید گابریل که دستها را به زیر چانه نهاده بود ناگاهان سر برداشت و با خوشبختی کودکی که به دو وعده یک قصه خوب داده شده باشد گفت آه بله خانم این بنا به سبک دوره امپراتوری ساخته شده قسمت راست آن جدیدتر است ولی بقیه بنا دارای ساختمان قدیمی است به طوری که شنیدم پیش از اینجا یک قصر مجلل ایلاقی بوده من قبلا از سبک بنای دوره امپراتوری خوشم نمیامد ولی امروز به قدر این سبک در روحم موثر است که تقریبا لازمه زندگی من شده همونطور که گاه انسان حس می کند که میان میزها و صندلیهای های مستطیل شکل راحت نیست و دلش میخواهد در مبلای نرم و مدور بنشیند همانطور من احساس می کنم که جز اینجا در هر جای دیگر باشم ناراحت هستم این محیط ساده این سبک محکم بنای بیارایش و سرد به من یک نوع اطمینان و آرامش مخصوص می بخشد و درست مثل یک معلم اخلاق هر روز که میگذرد روح مرا رو بیشتر با حقیقت زیبایی و پاکی آشنا می کند راستی حرفای شما برای من عجیب است مثل اینکه باید مدتی سعی کنم تا مقصودتان را بفهمم ولی نویسند عقیده داشت که درک حرفهای او به زحمتش نمی و از این تذکر هر دو خندیدند. خانم شپاتس نیز خندید. مدتها نگفت که حتی یک کلمه از این حرفها را نشنیده است. سالن بزرگی که معمولا بعد از غذا همه بدان رفتند و تا چند ساعت در آن به صحبت و بازی می پرداختند تالار زیبایی مجللی بود که از یک طرف به اتاق بیلیارد و از طرف دیگر به ایوان باغ مربوط بود در تالار بیلیارد غالبا مردم به بازی بیلیارد و ورق مشغول بودند و در سالن نیز جا به جا مردان با هم صحبت می کردند و زنان کتاب می خواندند یا چیز می بافتند. در گوشه سالن پیانوی بزرگی گذاشته شده بود که گاه شبها یکی از حاضرین که با موسیقی آشنا بود پشتان می نشست و قطعه ای چند می نواخت. در یکی از گوشه های سالن بخاری چدنی بزرگی گرمای مطبوعی می پرکند. ولی بیشتر گفتگوهای حاضرین در پیرامون بخاری دیواری زیبایی سالن صورت می گرفت که هرچند در آن آتشی روشن نبود محازا نوارهای کاغذی قرمز در آن منظره شعله آتش را مجسم می نمود. یک شب خانم کلیتریاهن با لبخند شیرین گفت آقای اشپینل گمان می کنم شما خیلی سرخیز هستید دو سه بار بر حسب تصادف از پشت پنجره شما را دیدم که ساعت و هفت یا هفت نیم صبح از عمارت خارج می شدید راست از خانم گاهی صبح زود از جا بر میخیزم علتان است که فطرتا تنبل هستم خواهش میکنم این حرف خودتان بر من توضیح دهید خود منظور من خیلی ساده است ما نویسنده ها طبعا آدم های بی مصرف و بی خاصیتی هستیم و جز در موارد بسیار نادر خودمان از این بی اطلاع داریم زیرا میدانیم که همه ما روحن مریضیم منتها چیزی که هست اصولا فایده داشتن به نظر ما احمقانه است زیرا مبتزل است و هرچه مبتزل باشد برای ما زشت است تعجب نکنید این حقیقتی است که برای همه ما مثل حقایق بدیهی زندگی مسلم و قطعی است فقط گاه ما خود متوجه آن نیستیم ولی توجه به همین بیفایدگی و بیماری روحی وجدان ما را آزار می دهد. برای اینکه خودمان میدانیم که در ساختمان روحی ما هیچ چیز سالم و طبیعی وجود ندارد طرز فکر ما، طرز زندگی ما، حتی طرز کار ما هم اثری زهراگین و مخرب و غیرعادی در روح ما می بخشد که بدین بیماری باطنی کمک می کند. ما خود حس می کنیم که اعصاب ما با گردش کلی دستگاه زندگی هماهنگ نیست. در این موقع است که برخی از ما به فکر مداواهایی می افتیم که واقعا آنها را جز داروهای مخدر نمی توان شمارد. یکی از آنها صبح زود برخواستن در آب سرد رفتن و میان برف ها گردش کردن است. این کارها ما را موقتا برای یک یا دو ساعت تسکین می دهد ولی دردمان را درمان نمی کند زیرا ای به اصلی در روح ماست. اگر این احتیاج در میان نبود یقین بدانید که من نه تنها صبح زود بر نمی خواستم بلکه تا ظهر در بستر می ماندم. آخه اشپینل به عقیده من شما خیلی خودتان را ناراحت می کنید. بله خانم حقیقتا اسمی کنم که ناراحت هستم هوای خوب همچنان ادامه داشت. آسمان آبی با شفافیت خیره کننده خیش همه جا را از کوه و دشت و جنگل در زیر خود گرفته بود و در این آرامش و درخشندگی باغ و بنای زیبای آینفرند شکوه و صفای خاصی داشت. هنوز زمینی از یک طبقه برف یخ زده پوشیده بود ولی زیبایی و شفافیت این پرده سیمین که بر همه جا گسترده بود یک نوع لطافت و جمال شاعرانه به همه چیز می‌بخشد. بیماری خانم کلویتر یا تدریجا آرامتر شده بود. دیگر تب نداشت و سرفه نمی کرد و برخلاف گذشته غذا را تقریبا با میل و اشتها می خورد. پزشک به او دستور داده بود که با وجود هوای سرد روزی چند ساعت در تراس آفتابی بیرون سالم به سر برد و وی از این دستور بسیار راضی بود. غالبا ساعت درازی روی صندلی نرم میان برفا می نشست و از وسط روپوشا و پوست گرم به منظره درختان بیبرگ و بار باغ نظر می دوخت و با شادمانی کودکانی پیاپی هوای سرد و زننده زمستان را به درون ریه خود می فرستاد. غالبا هنگامی که وی به ایوان می آمد، اشپینل که سراپای خیش را مانند او در لباسهای گرم پوشانده بود، در باغ مشغول گردش بود. اشپینل هر بار با لبخندی مشتاقانه به نزدیک از زیک می و با دست سلام بلند بالایی به سوی وی میفرستاد و احوال می پرسید. یک روز به او گفت می دانید امروز در بیرون باغ زنی را دیدم که از هر چه فکر کنید زیباتر بود. راستی آقای اشپینل ممکن است شکل او را بر من توصیف کنید؟ نهخنم زیرا هرچه بگویم فقط تصویر ناقصی از او خواهد بود وانگهی من جز یک نگاه تند و زود گذر به این خانم نیفکندم اگر حقیقتش را بخواهید اصلا او را ندیدم فقط خاطری از او در دل نگه داشتم ولی همین خاطر کافی بود برای اینکه اثر زیبایی خیره کنندش را در روح من باقی گذارد گابریل با خنده ای دلپذیر پرسید آقای اشپینل آیا شما همیشه عادت دارید با علاقه به زنهای زیبا نگاه کنید بله خانم ولی من زنان خوشگل را مثل همه نگاه نمی کنم. خیلی ها بدین زنان از روبرو و با دقت نظر می دوزن به طوری که هر کس می تواند بفهمد که در نگاه آنها یک دنیا هوس و تمنای گستاخانه نهفته است اما من به شتاب از نزد آنها می گذرم و جز یک نگاه تند و گذرنده به دیشان نمی افکنم برای اینکه از آنها تنها خاطری را همراه ببرم که با روح من سازگار است و در آن جز زیبایی چیزی وجود ندارد یک لحظه اشپینل ساکت کن سپس با شوق و هیجانی ناگاهانی گفت فقط یک صورت زیبا هست که دلم میخواهد نه چند لحظه و چند ساعت بلکه همیشه در برابر خودم داشته باشم دلم میخواهد در تمام دوران زندگانی فقط این چهره زیبا را ببینم و تنها برای آن زندگی کنم و در برابر هیچ چیز جز آن زانوی ستایش بر زمین نزنم گابریل سرخ شد و نگاه خود را شرمگینانه بر زمین افکند و آهسته گفت ولی آقای اشپینل فراموش نکنید که گوش خانم اشپاس آنقدر را که خیال میکنی سنگین نیست اشپینل خاموش ماند و با احترام در مقابل او فرود آمد هنگامی که سر برداشت گابریل را دید که سعی میکرد نگاهش با نگاه نویسنده مواجه نشود از چند روز پیش از آن روزی که در ایوان باغ چند دقیقه خانم کلویت ریاهن با اشپینل گفتگو کرده بود حال زن جوان ناگهان بدتر شده بود پزشک که تا آن انگام از پیشرفت وضع مزاجی او شادمان بود با نگرانی تمام دریافت که دوباره اشتهای بیمارش از بین رفته و از نو تب ملایم و یک نواختی گونه او را گلگون کرده است. گابریل در همه ساعات روز و شب خستگی فوقلاده در خود احساس می کرد و دیگر جز به ندرت از صندلی خیش بر نمی دکتر پس از معاینه دقیق اظهار داشت که یک هیجان ناگهانی یک تکان روحی غیرعادی سیر کلی بهبود او را تغییر داده است و دوباره به وی توصیه کرد که از کمترین چیزی که باعث هیجان او گردد مطلقا پرهیز کند اکنون دیگر وی بر اثر ضعف فروان از سالن خارج نمیشد در گوشه سالن در کنار بخاری ساعتهای دراز پهلوی خانم می مینشست و بی به شعله های آتش نگاه میکرد گاه اشپینل از سالن میگذشت و در این موارد دقیقه چند نزد ایشان میآمد خانم اشپاتس عقیده داشت که این آقا آدم عجیبی است و خانم کلوتریاهن نیز با نظر او همراه بود زیرا بی آنکه خود خواسته باشد قالب ساعت روز و شب را در فکر او می گذرانید. حتی بیش از آنکه که در خیال خود باشد با خیال او به سر می برد. چندی بار کوشیده بود تا این توجه عجیب را نسبت به دین مرد در نزد خود تحلیل کند و همیشه به دین نتیجه رسیده بود که آنچه او را به سمت این شخص میکشاند حس کنجکاوی شدید اوست ولی این استدلال هیچ وقت وی را کاملا راضی نکرده بود در نظر او نویسنده هر بار از دفعه پیش مرموزتر و عجیبتر می آمد. اتفاقا این عین عقیده بود که نویسنده به طور کلی راضی به جنس زن داشت. یک بار وی در این بار ضمن صحبت گفته بود راستی زن معمای عجیبی است این نکته را بشر از نخستین روزهای حیات خود دریافته و معاذا هنوز برای او این معما معما باقی مانده است در نظر مردان روح زن چیز مرموز و عجیبی است گاه میبینید زنی با زیبایی و جلالی خیره کنند از میان جمعی از مشتاقان خود با بیاعتنایی میگذرد برای اینکه خویشتن را در آغوش یک بیسر و پای ناچیز اندازد و با شیطنت به دور خود بنگرد و این جمع مشتاقان بگوید من همان معمایی هستم که میخواهید حلش کنید اگر راه حلی ندارید چه بهتر خانم کلیتریاهن در پاسخ این گفته خاموش ماند نویسنده نیز دیگر حرفی نزد فردای آن روز اشپینل هنگام صحبت پرسید خانم شما هنوز اسم خودتان را به من نگفته اید. عجب آقای اشپینل مگر اسم من خانم کلویتر نیست نه مقصودم نام کوچک شماست البته من هم میدانم که شما خانم کلوتریاهن هستید ولی عقیدم در این بار این است که کسی که این اسم را روی شما گذاشته مستحق شلاق است زن جوان به قهقه خندید و گفت اوه آقای اشپینل به نظر شما اسم کلوتریاهن تا این حد زشت است بله خانم من از نخستین بار که شما را دیدم از این اسم بدم آمد چطور ممکن است چنین نام زشت و خشنی برای شناساندن کسی مثل شما به رود نه خانم تحمیل چنین اسمی به شما عملی وحشیانه است حتی اگر این عمل حق قانونی شوهر شما باشد روز بعد انگامی که صحبت از خانواده گابریل به میان آمد شپینل گفت خانم ممکن است تقاضا کنم که درباره خودتان بیشتر با من صحبت کنید البته اگر هر صدایی شما را خسته می کند لازم نیست این تقاضا را بپذیرید اگر هم صدای بلند شما را ناراحت می کند در صندلی راحت خود تکیه بدهید و آهسته حرف بزنید نمیدونم چرا وقتی شما زمزمه میکنید به نظر من همه چیز و همه کس زیبا میآید یک بار گفتید که اهل برمن هستید بلی شهر مرا اید؟ فقط یک بار از اونجا گذشتم شب بود و جز چند ساعت بیشتر برای ماندن وقت نداشتم تنها یک خاطر از این شهر برایم مانده و آن خاطری کوچه ای است که ماه از گوشه آسمان بران آن میتابید و بدن زیبایی غمانگیزی میداد خوب آقای اشپینل در نظر بیاورید که من در یکی از همین کوچه ها در خانه که دیوارهای آن به رنگ سفید نقاشی شده بود به دنیا آمدم پدرم برخلاف تصور شما بازرگان نبود موسیقی دام بود اشپینل که گویی با وحشت کلمه بازرگان را شنیده بود ناگان از جایی جست و کودکانه فریاد زد آه چه خوب است چه زیباست آری پدرم ویالون میزد البته فقط برای دل خود میزد ولی به قدری خوب میزد که غالبا شنیدن ناله غمانگیز ساز او اشک سوزن از دیده من سرازیر میکرد باور کنید که تا آن وقت هرگز چنین حالتی را در خود احساس نکرده بودم البته باور میکنم چطور ممکن است باور نکنم ولی خودتان چطور خودم نیز از اول فریفته موسیقی بودم و به جهت نواختن پیانو را آموختم اما حالا دیگر این کار برایم ممنوع است زیرا دکتر معتقد است که موسیقی باعث هیجان من میشود و ضرر دارد گابریل لحظه در رویای شیرین فرو رفت سپس گفت نخستین سالهایی که پیانو آموختم من و پدرم با هم به نواختن قطعات موسیقی مشغول می شدیم من از این گذشته شیرین خاطری بسیار دلپذیر دارم مخصوصا همیشه به یاد باقی هستم که خانه مادران بود و سراسر آن غرق درخت بود حتی دیوارهای این باغ نیز زیر خزه های سبز پوشیده شده بود ولی اتفاقا همین نکته بود که به نظر من زیبایی وحشیانه باغ را پدید می آبرد. وسط باغ فواره بود که اطراف آن را گلهای زنبق پوشانیده بود روزها و شبهای تابستان مخصوصا شبهای محتابی من و دخترانی که دوست و مصاحبم بودند ساعتهای دراز کنار این فواره با هم راز دل میگفتیم و میخندیدیم اوه چه زیباست فکر کنید منظره دختران جوانی که پیرامون فوارهای در باغ نشسته باشند مخصوصا در یک شب محتابی چقدر زیباست در انجا ما غالبا برای هم قصه میگفتیم و گاه آواز میخواندیم و به لرزش نور ماه در امواج آب مینگریستیم من و دوستانم روی هم رفته هفت نفر بودیم دوباره اشپینل فریاد زد خدایا چقدر زیباست چقدر زیباست این بار گابریل با تعجب بدون دیون و پرسید آقای اشپینل چه چیز در این داستان من به نظر شما این همه زیبا آمده است وضع شما در میان این شش دختر جوان فکر که غیر از شما شش نفر در پیرامون فباری آب بودند ولی شما جز به این شش نفر نبودید زیرا شما ملکه آنان بودید بر گیسوان شما بر حلقه های موهای لطیف شما یک تاج طلایی نامرئی جای داشت که به ظاهر پیدا نبود ولی با جلوه تمام میدرخشید. آه چه حرفای عجیبی میزنید من مطمئنم که تاجی بر سرم نبود چرا چرا بود و میدرخشید اگر من آنجا وسط درختها پنهان بودم خوب این تاج زرین را بر گیسوان پرشکن شما میدیدم و مسحور این همه زیبایی میشدم اگر آنجا بودید شاید با همه توجه خود تاجی نمیدیدید ولی به هر حال آنجا نبودید یک روز اتفاق افتاد که مردی از پشت درختها به سوی من آمد اما او شوهر آینده من بود پدرم نیز در کنارش راه میرفت او پس در آنجا بود که با شوهرتان آشنا شدید آری آن روز وی به دیدار من آمده بود فردای آن از پدرم دعوت کرد که به خانه او برود و سه روز بعد تقاضای زناشویی با مرا کرد چه شتابی بله ولی از آن پس این جریان آهسته تر و ملایم تر شد حقیقت این است که پدرم زیاد با این ازدواج موافق نبود بدین جهت مدتی تفره رفت و شرایط گوناگون پیشنهاد کرد یکی از این شروط این بود که من در شهر خودمان بمانم یک لحظه زن جوان ساکت شد و بی حرکت به شعله های آتش نظر دود. سپس گفت اما من شخصا خواستار این زناشویی بودم. اما شما شخصا خواستار این زناشویی بودید؟ بله و تصمیم جدی من بود که بالاخره کارها رو رو راه کرد چرا که پدرم نیز ناگزیر شد به اراده من تسلیم شود. نویسنده با صدایی که بناله بیشتر شبیه بود گفت خدایا پس شما به میل خود از او و از ویرونش کناره گرفتید و باغ و دوستان جوان زیبای خود را ترک گفتید برای اینکه دنبال آقای کلوتر یاهن به راه بیافتید به راه بیفتم راستی تعبیرهای شما خیلی عجیب است نه من همراه او رفتم همانطور که طبیعت در چنین موردی اقتضا کند بله همانطور که طبیعت اقتضا میکند علاوه بر آن خوشبختی من چنین تقاضا میکرد البته البته ولی خوشبختی هم دنبال این واقعه آمد بلی آقای اشپینل خوشبختی وقتی به نزد من آمد که نخستین بار آنتون کوچولوی من با تمام نیرویی که در ریه های سالم خود داشت شروع به فریاد زدن کرد ولی چرا اینطور به من نگاه میکنید برای اولین بار خانم اسپات سخن او را برید و گفت من از اول به شما گفته بودم که آقای اشپینل آدم غریبی است خاطری این گفتگو همچنان در ذهن خانم کلویتر یاهن ماند روز و شب در تنایی و جمع در بیداری و خواب وی منظری باغ پردرخت و فواره و تاج طلا را در برابر خود میدید یک نوع مستی عجیب یک شوق باطنی یک حالت نشاط آمیخته با رنج روح او را فرا گرفته بود ولی وضع مزاجیش باز هم بدتر شد دکتر تشخیص داد که باز هیجان نامناسبی اثر شوم خود را در وی باقی گذاشته است چند بار در بستر خواب به نظرش آمد که نویسنده آهسته و با نوک پا به دو نزدیک شده است برای اینکه وی را روی بالهای نامرئی سوار کند و به سوی مناطق دوردست به سوی آسمانهای آبی و دنیای مرموز رؤیا و آرزو ببرد و در آنجا بر بستر نرم ابرها بنشاند در این لحظه همیشه خیافی شوهرش را به یاد میآورد ولی زود این منظره را از یاد می برد برای اینکه دوباره از روی زمین به کشور رویایی ابرها و ستارهها پرواز کند درست دو هفته بعد از آخرین گفتگویی که در این بار بین او و نویسنده شده بود یک روز وی دنبالی صحبت را باز گرفت و بی گفت راستی فکر میکنه که اگر شما آنجا بودی تاج طلا را میدیدید با اینکه پانزده روز از این صحبت میگذشت اشپینل فورا منظور او را فهمید و با لحنی که گویی مستقیما از دلش الهام میگرفت اظهار داشت که قطعا وی در آن هنگام میتوانسته است درخشندگی مرموز و خیره کننده این تاج زرین را بر گیسوان پرشکن وی ببیند و خوب حس کند که در میان جمع زیبایان او ملکه واقعی آنهاست چند روز بعد که یکی از بیماران آینفرند احوال آنتون کوچولو را از گابریل پرسید و نگاهی از گوشه چشم به اشپینل که در آن نزدیکی بود افکند و با ناراحتی خشمالودی جواب داد مرسی میخوای چطور باشد احوال او و شوهر من همیشه خوب است در اواخر ماه فوریه یک روز صبح ناگهان موجی از شادمانی انفرند را فرا گرفت هنوز آفتاب بام دادی درست بر برفهای سیمین نتابیده بود که بیماران در گوشه و کنار اتاقهای خود به زمزمه کردن آواز خواندن برداختند حتی ژنرال پیر که بیماری قند داشت و همیشه قرقر میکرد مثل جوانان بانگ شادمانی برداشت این همه خورسنی برایم هم بود که شب پیش دکتر لاندر به بیماران خود خبر داده بود که فردا همه آنها همراه او به گردش دست جمعی در کوهستان خواهند رفت و تا پاسی از شب در آنجا خواهند ماند برای بیمارانی که روزها و هفته ها فقط در اتاقها و تالارهای بیمارستان به سر برده بودند این گردش مجده ی حیات و سعادت بود البته بیماران زمینگیر از این قاعده مستثنا بودند زیرا حرکت آنها مقدور نبود بیچاره سعی میکردند هر قدر ممکن است خود را راضی نشان دهند ولی هنگامی که سرها را به علامت خود حافظی تکان میدادم در دیدگانشان قطرات اشک درخشید گذشته از این بیماران چند نفر دیگر که میتوانستند همراه سایرین بروند ماندن را ترجیح دادند و از رفتن معذرت خواستند ماندن و رفتن همه آنها منهای یک نفر برای دیگران اهمیت نداشت ولی وقتی که خانم کلتریا نیز اظهار داشت که مایل است در بیمارستان بماند در چهره همه ناگهان اثر اندوهی فراوان پیدا شد دکتر لاندر به نام خود و سایرین کوشید که او را راضی به همراهی با کاروان کند لیکن گابریل تأکید کرد که خستگی و سردرد به دو اجازه این رفت و آمد را نمیدهد و دیگران دچار تسلیم اراده او شدند فقط قبل از حرکت یکی از آنها آهسته به اطرافیان خیش گفت میدانید من از اول حس می میزدم که خانم کلیتر یا هن نخواهد آمد زیرا نویسنده ما نیز امروز ترجیح داده است در اینجا بماند حقیقتا اشپینل از همراهی سایرین معذرت خواسته بود برای اینکه بعد از ظهر قدری کار بکند خانم شپانس نیز که قبلا قرار عظیمت داده بود در بیمارستان ماند تا دوست بیمارش تنها نباشد کاروان مسافران کوهستان بلافاصله بعد از نهار که آن روز زودتر از روزهای دیگر سر شد به راه افتاد خانمها هنگام حرکت از ترس فریاد زدند ولی صدای این فریاد میان قهقهه قه عمومی خاموش شد و چند لحظه بعد همه کاروان حتی شب کلاه پشمی سفید دکتر لاندر نیز از نظر ناپدید گشت در این هنگام اینفرید چنان غرق سکوت شد که گویی دیگر هیچ کس در آن به سر برد. ولی بیماران بستری در اتاقهای خود برای رنج بردن و نالیدن ماندند گابریل و خانم اشپاتس گردش کوتاهی در باغ کردند و به اتاقهای خیش رفتند اشپینلیز اساساً از محل خود خارج نشد ساعت چهار بعد از ظهر دو نفر پرستاری که در بیمارستان مانده بودند درهای اتاقها را کوفتند و به هر کدام از بیماران یک گیلاس شیر و به اشپینل یک فنجان چای دادند در حدود ساعت پنج در سالن بزرگ استراحت که معمولا در چنین ساعتی از روز بیشتر بیماران در آن بودند فقط دو نفر نشسته بودند خانم شپاتس کنار بخاری روی پارچه لطیفی گلدوزی میکرد و گابریل در صندلی خود به شعله های لرزان آتش می نگریست و مثل همیشه در رؤیایی دور و دراز فرو رفته بود. ساعت پنج و نیم صدای پایی در بیرون سالن برخاست و لحظه بعد در گشوده شد و اشپینل به درون آمد. وقتی که خانم کلیتریاهن و دوستش را در آنجا تنها دید با احترام خم شد و از آستانه در آهسته پرسید اسباب زحمت شما شدم نگاه او فقط به سوی خانم کلیتریاهن بود وی جواب داد آقای اشپینل چه حرف عجیبی میزنید مگر این سالن در اختیار همه نیست وانگهی برای چه مزاحم شده باشید مگر نمیبینید که من تقریبا تنها هستم و از بیکاری خسته شدهام اشپینل محجوبانه به درون سالن اومد و آهسته پشت پنجره که رو به باغ باز میشد رفت و مدتی دراز خاموش به تماشای خارج پرداخت آنگاه چنان که گویی با خودش حرف میزند گفت مثل همیشه آسمان جامعه ارغوانی برتن کرد ولی حالا دیگر این جامعه خود را به پیراهن سیاه شب داده است. سپس ناگان برگشت و گفت ظاهرا تا بازگشت کاروان هنوز دو ساعت وقت باقی است. بله آقای اشپینل مدتی است فکر می این وقت را چطور باید گذروند. اشپینل به دقت به اطراف نگاه کرد. در گوشه سال متوجه پیانو شد و لبخند زنان گفت موزیک؟ مگر موزیک را فراموش کردید یادتان نیست که اساسا هر روز همراه بدرتان پیانو میزدید بله سابقا در آن شبا که ماه میدرخشید و فوار زمزمه می کرد. خوب چرا حالا نه؟ حالا هم پشت پیانو بنشینید و مثل آن روزها چند قطعه بر خودتان و دیگران بنوازید آه اگر می دانستید آقای اشپینل مگر نمی دانید که پزشک خانوادگی و هم دکتر لامدر جدا موسیقی را برای من من کردن ولی حالا که ایش کدوم اینجا نیستم هیچ کس نخواهد فهمید که شما دست به پیانو زدهید. نه آقای اشپینل آخه خیر از این اشکال یک اشکال دیگر نیز هست شما با این هیجانی که نشان میدید قطعا متوقعید که موسیقی من شاهکاری باشد اما راستش رو بخواهید من هرچه را میدانستم فراموش کردم به طوری که حالا دیگر تقریبا هیچ چیز از موسیقی به خاطر ندارم خانم همین تقریبا هیچ را بنوازید و انگهی لازم نیست قطعی را که از بر داشته اید حاضر است و آماده روی پیانوست مثلا این نه این چیز مهمی نیست ولی این یکی آ این مال شپن است شپن در دیدگان گابریل برقی درخشید و چهرهش از هیجان گلگون شد اشپینل گفت آره نکترون شپن است بگذارید شمها را روشن کنم تا محیطی که با این آهنگ مساعد باشد به وجود آید نه آقا اشپینل نه آخر موسیقی برای من ممنوع است فکر کنید اگر بنا باشد این کار مرا اذیت کند آیا صلاح است باز هم دست به پیانو بزنم اشپینل سر و پال هرسی چند لحظه بی حرکت به شعله های آتش نظر دوخت و ساکت ماند. بالاخره آهسته گفت نخونم در این صورت دیگر تمنایی نمی کنم. حتی خواهش می کنم از این کار خودداری کنید و انگوشت های زریف خودتان را که قطعا دلکشترین نقمات موسیقی از زیر آنها بیرون می آید آرام بگذارید. گابریل خاموش بند ولی اشپینل پس از اندکی سکوت گفت با وصف این من از این توجه ناگهانی شما به تندرستی خودتان تعجب می کنم زیرا پیش از این شما هیچ وقت اهل منطق و تعقل نبودید نه وقتی که با بیاعتنایی صحت و نیرومندی خود را از دست دادید نه هنگامی که باغ و فواره و تاج طلا را گذاشتید برای اینکه دنبال میل خود به راه بیافتید. این بار گابریل سرخ شد ولی باز خاموش ماند بار دیگرش پینر پس از چند لحظه خاموشی گفت حالا مگه برای چند دقیقه پشت پیانو بنشینید و مثل همون وقتهایی که با نالی ویولون پدرتان اشک در دیده میآوردید پیانو بزنید شاید بتوانم هنوز تاج زردین درخشان را بر گیسوان زیبای شما ببینم راستی گابریل این کلمه را با هیجانی عجیب و غیرعادی مثل هیجان کسی که ناگان پا به سرزمین پریان گذاشته باشد ادا کرد دیدگان او که مدتی دراز به شعله های آتش دوخته شده بود بی اختیار به اشپینل متوجه شد و در این نگاه اشپینل حال شوق و رؤیای مرموزی احساس کرد گابریل در این یک نگاه همه ی حیجان های روح شاعرانه و احساساتی خود را جمع آورده بود ولی گویی ادای همین یک کلمه او را فرسود زیرا چند بار پیاپی پی صرفه کرد آنگاه با صدای زهی تقریبا با زمزمه که جز به زحمت شنیده نمیشد پرسید گفتید که نوت های روی پیانو نکترون شپن است آره دفترانو تمام آماده است خب آقای اشپینل من همین قطعه را برای شما میزنم ولی همین یک قطعه را و پس از شنیدن موسیقی من خودتان تقاضای قطعه دیگری نخواهید کرد گابریل آهسته از جایی برخواست و پشت پیانو نشست در مقابل او روی پیانو چندین دفتر جل شده کنار هم نهاده شده بود که خطوط آنها در نور ضعیف و شاعرانه شامهایی که اسپینل پس از خاموش کردن برق سالن افروخته بود جاذبهای مرموز داشت مثل این بود که این خطوط با آدم حرف میزد. اشپینل کنار پیانو ایستاد و آرنج خود را تکیه داد و بی حرکت به شنیدن پرداخت. پیانو خوب نبود ولی گابریل که خود از اول به هنر خیش اعتقاد نداشت از نخستین لحظه با قدرت و مهارتی شگفت آن را به صدا درآورد. پیدا بود اگر هم خاطره آهنگ را فراموش کرده استعداد فوقلاده او در موسیقی بلافاصله به کمکش شتافته است. ضربت های انگشت او هم محکم و هم ظریف بود در زیر دست وی هر آهنگ هر نقمه چنان دلپذیر تنین میافکند که گویی در آن لحظه تالار پا تبدیل به آهنگ موسیقی میشد اشپینل در نور شم به چهره و گیسوان او که اطراف آنها را نوری لطیف و نیم رنگ فرا گرفته بود نگاه میکرد و حتی یک لحظه چشم از او بر نمی داشت. در آن زم که زن جوان پیانو میزد وی چنین احساس می کرد که در نظرش لبهای زیبای گابریل روشنتر و دیدگان خمار و او محفتر می شود. هنگامی که قطعه به پایان رسید، گابریل دست از پیانو برداشت و نگاه خود را به دفتری که پیش رویش بود دوخت. اشپینل ساکت بر جایی ایستاده بود. چند لحظه بعد گابریل محجوبانه ورق را برگرداند و یک نکترون دیگر نباخت و بعد یک نکترون دیگر. آنگاه از جای برخواست ولی نه برای آنکه به کنار بخاری بازگردد برای آنکه دفتر تازهی انتخاب کند در این لحظه اشپینل به فکر افتاد که دو دفتری را که جلد سیاه داشت و روی صندلی کوچک کنار پیانو نهاده شده بود ببیند ولی به محض اینکه اولی را باز کرد فریادی از تعجب و شوق از چینهاش بیرون جست با رنگ پریده و لبهایی که از فرد هیجان میلرزید گفت میدونید در دست من چیست گابریل اندکی به طرف او خم شد عنوان دفتری را که در دست وی بود نگاه کرد و رنگ او نیز پرید قطعه که اشپینل در دست داشت قطعه معروف هوس یا داستان عشق تریستان و ایزولد بود زیرنویس تریستان و ایزولد شاعران ترین و معروف ترین داستان عشقی قرون وسطای اروپا و در ادبیات ملی اروپا من مقامی را دارد که داستان ویس و رامین در ایران دارد تریستان جوان یتیمی است که در نزد عموی خود پادشاه ناهی از انگلستان پرورش مییابد یک روز مارک عموی او برای آوردن زن تازهش شاهزاده خانم ایزولد وی را به ایرلند میفرستد و تریستان همراه ایزولد به نزد او باز میگردد در راه اشتباها این دو نفر مایه سهراسایی را که اکسیر عشق بوده مینوشند و تا سرحد جنون فریفتی یکدیگر میشوند هر دو به چنگل مروا پناه میبرند و دور از چشم دیگران به عشق بازی میپردازند مارک از خیانت آن دو آگاه میشود و فرستادی او که عمدن از طرف تریستان مورد دشنام قرار میگیرد تریستان را میکشد ایزولد موقعی میرسد که تریستان آخرین نفس را برآورده است درام لیری بسیار دلپذیری که واگنر موسیقیدان بزرگ آلمانی از روی این داستان ساخته و موزیکان توسط خود او تهیه شده است یکی از دلکشترین و ترین آثار موسیقی جهان است در این درام ایزولد که عاشق تریستان است پیش از آن که تسلیم مارک عموی تریستان و شوهر خود شود دستور میدهد که جامی آکنده از زهر برایش فراهم آورند ولی کسی که متصدی این کار است به جای زهر اکسیر عشق در جام میریزد و در نتیجه ایزولد و تریستان به جای اینکه بمیرند در آغوش هم میفتند. در آخرین پرده هنگام مرگ تریستان ایزولد از منطقه دوردست بروتانی بر بالای سر او میرسد و خود را روی جسد او میاندازد داستان تریستان و ایزولد تقریبا به همه زبانهای اروپایی و بسیاری از زبانهای جهان ترجمه شده و قطعات و اشار بیشماری از روی آن سروده شده است ایزول تلفظ آلمانی و ایزوت تلفظ قرون و ایزو تلفظ فرانسوی کنونی این نام است. دنباله متن زن جوان بی آنکه دیگر حرفی بزند دفتر را از او گرفت و روی پیانو نهاد و به نواختن صفحه اول پرداخت. اشپینل روی صندلی کوچک نزدیک او نشست و سر به زیر افکن. قسمت اول آهنگ خیلی ملایم و آهسته بود. چنانکه گابریل مجبور میشد پیاپی فاصله های طولانی بین ضربه ها بگذرد زیرا آهنگ از خاموشی شب و آرامش باطنی دلها حکایت میکرد ولی ناگهان در این سکوت عمیق بانگ مرموز رهگذر سرگردان هوس برخاست یک لحظه این آوا در وادی آرام دلها تنی نفکم سپس خاموش شد اندکی بعد از این سو آوایی دیگر لرزان ولی دلپذیر و روشن بدان پاسخ داد و دوباره سکوت حکم فرما شد در اینجا موزیک به صورت آهنگی ملایم در می آید که لحظه به لحظه پرشورتر و تندتر می شد. هیجان عشق و هوس هر دم اشاق را بیشتر به سوی هم می خاند. یک لحظه موزیک به منتهای شدت خود رسید. اینجا موقعی بود که شوق و مستی که دلهای اشاق را به سوی یکدیگر کشیده بود لبهای آنها را نیز بر روی هم نهاد. سپس موزیک تدریجا ملایمتر و آرامتر شد این با با نقمه مقطع راز مستی را با داستان غم در هم آمیخ گابریل میکشید تا با انگشت های ظریف خود از عهده همه ریزگاری ها و زیر بم های آهنگ براید و پیانو بد بود نیروی او در این راه بیشتر میشد هنگامی که آهنگ راز زندگانی یعنی مستی دردالود را می میداد ناله ویولونسل که باید در این موقع در موزیک شرکت کند و گابریل نوای آنها را در پیانو مینواخت قوقا میکرد گابریل در این هنگام مانند پارسایی که سر بر آستان قدس و صفا نهاده باشد هر را مربوط به زندگانی او و پیرامون او بود فراموش کرده بود و جز بدانچه در مقابل داشت به هیچ چیز متوجه نبود گویی آوای عشق و غم در وادی دل او نیز تنی نفکنده بود هنگامی که نخستین قسمت موزیک با تجسم سودایی که دوباره پیاپی اشاق پی را به سوی هم میخواند و با هیجان در عشق و غم از آنها سوگند وفای جاودان میگیرد پایان یافت گابریل با دیدگان اشکالود آخرین آهنگهای پیش درآمد را نواخت و خاموش شد مدتی دراز نه او و نه نویسنده جرأت آنکه سکوت دلپذیر و مرموز تالار را بر هم بزنند در خود نیافتند بالاخره خانم اشپا سر برداشت و گفت نمیدانم چرا این آهنگ بی اختیار احساب من مرا ناراحت کرد من با اجازه شما به اتاق خودم میروم در بیرون برف بی صدا و آرام میبارید مدتی بود آخرین اشعه خورشید جای خود را به تاریکی اسرارآمیز و شاعرانه شب سپرده بود شعله شم که کشپنگل برف روخته بود یکا یک خاموش یک شده و فقط یک شم در روی پیانو مانده بود که با نور ضعیف و لرزان خود بر چهره پرید رنگ و زیبای گابریل و گیسوان شفاف و نرم او را که بر روی سر حلقه شده بود روشن می نمود. وقتی که صدای قدم های آهسته و سنگین خانم اشباتس در راه رو خاموش شد گابریل به ملایمت صفحه را برگرداند و به نواختن قسمت دوم پرداخت، تنین بانگ دور دست ره گذر سرگردان هوس در بیابان دلها خاموش شده دیگر هیچ چیز آرامش اشاق را که به فرمان دل لب بر لب نهاده اند بر هم نمی ولی ناگهان از دور صدایی دیگر صدایی آرام و مرموز به گوش می رسد. شاید صدای برگ درختان است که نسیم ملایم شامگاهی آنها را به هم می ساین. یا زمزمه جویباری است که چند قدم آن سوتر از چشمه شفاف و گوارا سرچشمه گرفته. اما مدت هاست که اشاق قرق در هیجان شوقالود هوس دیگر زمزمه جویبار و ناله باد را نمی شنوند و نشانی از درختان در این ساعت مقدس نیست برای آنان هیچ چیز جز عشق و مستی وجود ندارد با این همه این صدای مرموز دوردست همچنان به گوش آنان می رسد گویی از پس پرده نازک و سپیدی که چون نسیم سحری لطیف است و با این همه نازکی آسمان و زمین و جویبار و جنگل را از دیده آنان پنهان می‌دارد نیروی شگفت این صدا را به گوششان می‌رساند تا دل‌های آن را که غرق شوق و نشاطند بلرزاند آهنگ مرموز هر لحظه نزدیکتر می شود و در آن دم که دو دل داده پیمان وفای جاودان می بندند پرده بالا می رود. و سواری گردالود با بازوان و گشوده به دانها نزدیک می شود. فریاد می زند مرگ ولی هیچ یک وحشت نمی کنند. برای چه از مرگ بترسم؟ مگر در دنیای جاودان مرگ سرچشمه آرامش پایان ناپذیر نیست؟ مگر مرگ شکنجه اضطراب و تردید و خطا و صدهای زمان و مکان را جاودانه از پیش راه اشاق برکنار نمی کند؟ مگر تنها در این دنیای حیات ابد نیست که تو و من به صورت یک کلمه در می آید و یک تلفظ واحد پیدا می کند. آه این چیزی که مرگ نام دارد همان اکسیر عشق ابد و حیات جاودان است که همیشه اشاق جهان در پی آن بوده و راز آن را از جادوگران خواستند. پیش از این برای آنها همه جا روشن بود زیر آفتاب زندگی بالای سرشان می درخشید. ولی این روز روشن چقدر مکر و فریب و دروی همراه دارد چقدر خطاب و گناه با این روشنی که خود دروغ بزرگی بیش نیست در آمیخته است زیرا این روشنی که خود را مظهر زندگی میخواند با ناپایداری خیشتن بارزترین نشان مرگ و فناست در صورتی که مرگ شب تیره مرگ مظهر آن چیزی است که واقعا جاودان است اینجا همه چیز همچنان که هست هست هیچ کس و هیچ چیز دروغ نمیگوید و ریا نمی کند. روز می زیرا مظهر زندگی است ولی شب پایدار است زیرا در ابدیت مرگ وجود ندارد. در این سراب زندگی و شاق واقعی حتی در آن لحظه که در دل خود جز عشق و مسی چیزی ندارند به یاد مرگند زیرا بیان که خود بدانند دریافتند که تنها در این شب مقدس جاودانی و نجات بخش است که عشق آنها با ابدیت در هم خواهد آمیخت و جاودان خواهد شد. ای شب جاودان عشق این دو دلداده ما را تنگ در برگیر یک لحظه آن دو را از فراموشی نشاد بخشی که همیشه در پی آن اند برخوردار کن آنها را هم اکنون که غرق دریای شوق و نشادند به دنیای مستی جاودان ببرد و از بند زندگی و سرابهای فرید دهنده آن برهان اکنون دیگر آخرین اشعه ناپایدار روز خاموش شده و نخستین سایه های شب آزادی بخش بر جهان گسترده است. در این غروب آسمانی فکر و عقل و آرزو همه جای خود را به حقیقت جاودان سپردند. حتی رویای فریب دهنده نیز که بر همه خطاهای ما رنگ امید میزند و ما را به خیال واهی سعادت سعادت من می کند در برابر خوشبختی واقعی یارای بقا نیاورده است. اکنون دیگر دیدگان و اشتاق ما بر روی هر چیزی که پیش از این نشان زندگی بود بسته شده و این اسیران روز فریب دهنده از دروازه های شب آزادی بخش می گذرن. حالا می که چگونه جام زندگی یک عمر قطر قطر باده امید در کامشان ریخته بود تا هم لختی چند آنان را از آتش برهاند و هم یک بار سیرابشان نکند ولی اکنون دیگر این شکنجه زندگی این مستی پردرد این شادی قمالودی این زرخند مدام در خواب جاودان محف می شود این بار دیگر اشاق می توانند با بانگ رسا با صدای خاموش نشدنی عشق در وادی حیات ابدی فریاد بزنند من خود زندگی جاوید هستم وقتی که ناله های مقطع و پرهیجان موزیک در روی این جمله خاموش شد گابریل ناگاهان دست از پیانو برداشت و متفکرانه پرسید بعضی از قسمت ها رو من خوب نمیفهمم و فقط معنی رو رو حدس میزنم مثلا این جمله من خود زندگی جاوید هستم چه معنی میدهد اشپینل به سوی او خم شد و برایش معنی این جمله را در چند کلمه کوتاه توضیح داد ولی به قدری آهسته گفت که حتی خود او به زحمت شنید زیرا نمیخواست صدای وی اثر از آزمانی موزیک را در روح او و روح گابریل از بین ببرد وقتی که حرف وی تمام شد گابریل گفت حالا خوب فهمیدید ولی یک چیز دیگر مایه تعجب من است چطور شما که بدین خوبی معنی موسیقی را میفهمید خودتان موسیقیدان نیستید اشپینل از این سوال معصومانه و ساده ناگهان سرخ شد روی صندلی خود بی اختیار حرکتی کرد و بالاخره با لحنی پردرد گفت خانم خیلی کم اتفاق می افتد که کسانی که خودشان خوب میزنند خوب هم معنی آن را بفهمند ولی خواهش می بقیه آهنگ را بنوازید گابریل لبخند زد و به نواختن دنبالی قطعه پرداخت راستی آیا ممکن است عشق بمیرد عشق تریستان برای ایزولد عشق ایزولد برای تریستان نه مرگ بدن چیزی که جاودانی است دسترسی ندارد آخر مگر مردن معنی جدایی این دو جدایی تریستان و ایزولد را نمیدهد ولی تریستان و ایزولد که دو چیز نیستند که از هم جدا شوند یک چیزند یک حیات واحد یک روح واحد این حرف وع که بین تریستان و ایزولد وجود دارد علامت جدایی آنها نیست این نشان عشق آنها نشان پیوستگی آنهاست تریستان و ایزول روی هم یک حرف بیشتر نیستند اگر نیمی از این حرف بمیرد نیم دیگر نیست همراه او خواهد مرد هیچ وقت یک نیم از وجودی را نمیتوان به تنهایی از میان برد در هیجان پر از شوق و جذبه عشق و مستی این دو روح این دو کلمه برای ابد در هم می یک کلمه و یک روح می شوند مرگ با عشق ترکیب جاودان پیدا می کند و شب آسمانی برای همیشانها را در بر می گیرد شب جاودان عشق در وادی بیپایان جمال ابدی آه ای شب عشق دیگر دیدگان آنان را به روی روز پرفریب مگوشا دیگر این دو را از خواب گران بیدار مکن دیگر آرامش نشاد بخش ایشان را بر هم مزن بگذار ترس و فریب نومیدی و استراب دیگر یارای آزردن آنان را نداشته باشند مگر نمی بینی که دور از خورشید دور از روشنایی روز که همه چیز را آشکار می کند و از روی همه قفلت ها و امیدهای واهی ما پرده ظلمت راز پوش را بر می دارد چسان این دو برای نخستین بار به وادی سعادت بیپایان عشق جاودان راه یافتند نمی بینی که دیگر سایه تردید و استراب و غم و ناامیدی را دنبال خود نمی بینند از بادی محبت سرمستند بدون آنکه از تلخی خمار بیمناک باشند خواب شیرین و امید جاودان میبینند و پروای بیداری ندارند نمیشنوی که در این سرمستی دلانگیز محبوب در گوش محبوب میگوید من دیگر ایزال نیستم تریستانم و تو دیگر تریستان نیستی ایزالدی. در اینجا نگاهان صدای پیانو که از چند لحظه پیش پیوسته بلندتر و پرهیجانتر میشد پیش از آنکه آهنگ به پایان رسف خاموش شد اشپینل با وحشت سر بلند کرد و در نور پرید رنگ و لرزان شم گابریل را دید که بی اختیار دست به پیشانی خود برد و نفس سر بر روی پیانو نهاد. یک لحظه نگاه وی به دفتر نوت که انگشتان گابریل روی آخرین قسمت آن بود ولی دیگر نتوانست بودن را بنوازد دوخته شد. آنجا که انگشت گابریل روی آن بود قسمت مرگ ایزالد بود. فردای آن روز هنگام ماینه گابریل ناگام پیشانی دکتر لاندر در هم رفت صبح زود در صرفه وی رگه خونی قلیزتری از بارهای پیش دیده شده و از آن لحظه حال او به شدت رو به بدی نهاده بود گابریل به قدری احساس ضعف و خستگی می کرد که حتی نتوانسته بود از بستر خود بیرون بیاید دو روز بعد آقای کلوتر تلگرافی برای حضور فوری در بیمارستان از طرف دکتر دریافت کرد و همراه آنتوان کوچولو به آین فرید آمد. هنگامی که کودک را از اتومبیل به درون بیمارستان می بردن، از پنجره یکی از اتاقها نگاهی با دقت و توجه خاص به او دوخته شده بود. هیچ کس نویسنده را کنار پنجره ندید. ولی اشپینل همه را دید و از آن پس کوشید که هر قدر ممکن است با کلوتر یاهن و طفل او رو نشود و بدین منظور ترجیح داد که اصولا از اتاق خود بیرون نیاید. در این اتاق وی ای دو روز تمام درباره یک موضوع معین فکر کرد حتی در ساعات تیره و آرام شب او که عادتا به بستر خواب علاقه بسیار داشت از روی صندلی حرکت نکرد تا دنباله فکر خود را از دست ندهد بیش از صد بار جنبه موافق و مخالف نظر خیش را سنجید و خوب و بد آن را پیش هم گذاشت تا بالاخره روز دوم ورق سفیدی برداشت و با شتابی تبالود ولی با خطی ظریف و زیبا روی آن چنین نوشت آقا اگر من این نامه را به نام شما و برای شما می نویسم علت این است که جز این کاری نمی توانم بکنم زیرا تحمل این رازی که می خواهم به شما بگویم ما فوق قدرت من است مدت هاست این راز سوزان روح مرا آزار می دهد و دلم را می لرزاند. که این نامه را به شما می نویسم، سیل کلماتی که به مغزم حجوم آورده است تا روی کاغذ نقش بندد مرا مستعصل کرده. اگر این نامه را ننویسم، قطعا از فرط هیجان دیوانه خواهم شد. وظیفه من این است که آنچه را که در طول هفته های متوالی با دیدگان خود ناظر بودم و می توانم به یقین بگویم که تا پایان و عمر از نظرم محو نخواهد شد برای شما تشریح کنم عادت من از اولین بوده است که آنچه را که خود حقیقت میدانم از دیگران پوشیده ندارم هرچند هم که شاید صلاح در نگفتن آن باشد بنابراین این نامه را به شما می نویسم. ولی مطمئن باشید که در آن جز حقیقت کامل جز آنچه واقعا بوده و بو هست چیزی نخواهم گفت. برای شما داستانی خواهم گفت که کوتاه ولی پر هیجان است و قلب هر کس را می لرزاند. در نقل این داستان هیچ کنه تفسیر و تعبیری نمی کنم. هیچ کس را مورد اتهام قرار نمی دهم. برای خیشتن حق قضاوت قائل نمی شدم. فقط عین داستان را آنطور که هست، آنطور که احساس کردم، آنطور که شاهد آن بوده هم نقل می کنم. قهرمان این داستان گابریل اخف زنی است که شما او را زن خود مینامید زیرا خیال میکنید که واقعا هم زن شماست ولی من برای اولین بار میخواهم حقیقت واقعی حقیقت منحصر به فردی را که در این بار وجود دارد برای شما روشن کنم آقا آیا آن باغ قدیمی و پردرخت را در پشت آن دیوارهای سفید در یکی از کوچه های شهر برمن به یاد دارید یادتان هست که چگونه خزه های تیره و سبز دیوارهای باغ را پوشیده بود و بدان زیبایی وحشیانه میداد که از هرچه در باغ بود رؤیا انگیزتر بود یادتان هست که در وسط باغ فواره بود که اطراف آن را گل های زنبق فرا گرفته بود و روزها و شب تابستان مخصوصا شب های مهتابی جمعی از دختران جوان گرد آن می و سخن می خوب خوب بیاد بیاورید این دختران روی هم هفت نفر بودند و مثل حلقه یک گلی فواره و حوز کوچک را در میان داشتند بر گیسوان هفتمین ایشان که در حقیقت نخستین ایشان و ملکه آنها بود تاجی زردین می درخشید که فقط با چشم دل دیدنش ممکن بود لبهای زیبای این دختر مثل همه به خنده باز می شد ولی در دیدگان او اثر رؤیایی دلپذیر اثر آرزویی شیرین و لذت بخش نمودار بود که در نگاه های دیگران وجود نداشت در پیرامون این فواره که با نوای آسمانی خود زمزمه میکرد، دختران جوان آواز می خوندند. چهره زیبای آنها درست هم سطح نقطه ای بود که در آن فواره به منتهای جهش خود می رسید و سپس قوسی ملایم می پیمود و به سوی پایین باز می گشت. ولی صدای این دختران از زمزمه لطیف آب نیز لطیفتر و شاعرانه تر بود. نمیدانم شاید در آن هنگام که آواز میخواندند دست بر قلب خیش نهاده بودند و تپش ملایم آن را احساس می کردن. آقا آیا این تابلو زیبا و هیجانانگیز را به یاد می آورید؟ آیا هنوز می توانید در مقابل این منظره را ببینید؟ ولی چطور ممکن است حالا این تابلو را ببینید در صورت که آن شب آسمانی نیز را ندیدید از برابرش گذشتید بی آنکه زیبایی آن را دریابید بی آنکه اصلا بدان توجهی کنید زیرا دیدگان شما برای دیدن چنین منظری ساخته نشده و گوشهای شما برای درک زیر و بم آسمانی چنین آوازی به وجود نیامده است اگر واقعا این منظره را دیده بودید اگر راستی این آواز را شنیده بودید میبایست هماندم نفس در سینه حبس کنید قلب خود را از تپش باز دارید و از همانجا آهسته بانو که پنجه باز گردید تا دوباره به سوی زندگی و کارهای روزمره خود روید و خاطری این لحظه این منظره را تا آخر عمر خیش چون خاطری لحظه ملکوتی که پای در معبدی مقدس و آسمانی نهاده اید در دل نگاه دارید آقا این تابلو یک تابلو ایدالی بود این تابلو مظهر زیبایی مطلق و حقیقی بود از شما میپرسم آیا میبایست بدان احترام گذارید یا آن را خراب کنید خراب کنید همچنان که کردید همچنان که زشتی زندگی و تلخی درد و رنج را جایگزین آن ساختید و هنگامی همین زشتی را برای آن برمغان بردید که این تابلو به حد اعلای زیبایی خود رسیده بود نسیم اطرفشان شبانگاهی میوزی و محتاب بهشتی نور پاشی میکرد و زمزمه آب در میان بستری از گلهای سپید زنبق با نقمه های دخترکان زیبا در هم میامیخ برگیسوان یکی از این دختران زیبا که نگاه او یک دنیا لطف و صفا در خود داشت تازی زرین ولی نامرئی می درخشید و همین دختر بود که دیدگان او هنگامی که آواز این دختران مانند ناله سوزناک ویولون لطیف و حساس شده بود از اشک آکنده گردید چرا؟ زیرا وی در دل خود احساس می کرد که روح شش دختر دیگر به دنیای امید و زندگی تعلق دارد ولی او وابسته به دنیای مرگ است حس می کرد که او مانند عطر گلها، مانند آواز پرندگان سبک روح، مانند نسیم صحری مانند امید و عشق و آرزو به دنیایی تعلق دارد که زیبایی خیره کننده آن را احساس می توان کرد ولی بدان دست میتوان زد، نزدیک آن نمی توان شد شما این زیبایی را که با مرگ دوشا دوش می رفت، این زیبایی آسمانی، این زیبایی کامل را دیدید و به جای اینکه در پیشگاه آن زانو بر زمین زنید در صدد برآمدید که آن را نیز مانند مال و تجاری در تصرف خود درآورید دل شما در برابر صفای ملکوتی این زیبایی احساس ترس یا احترام نکرد فقط میل پستی در خود یافتید برای اینکه این سرچشمه زیبایی را به تصاحب درآورید به با آن بازی کنید و آن را بازشتی زندگی بیالایید نخواستید این گل زیبا را از دور ببینید و ستایش کنید آن را چی دید برای اینکه به سینه خود بیاویزید درست مثل همه خود پسندانی که گل میچینند شاید هم خیال میکردید در این کار سلیقه به خرج میدهید هرچند واقعا سلیقه به خرج دادید منتها یک سلیقه دهاتی سلیقه آنهایی که نمیفهمند دیدار زیبایی گل زنده بهتر از لذت چیدن آن و پژمردن آن است خواهش میکنم متوجه این نکته باشید که من به هیچ وجه قصد ندارم به شما توهین کنم سخنان مرا ناسزا حساب مکنید زیرا من فقط نظر خود را شعر می دهم شرح احساسات خیش را در مقابل شخصیت بدوی و مبتزل و آمی شما می دهم من فقط یک تحلیل روحی از شما و از وجود شما می کنم برای اینکه که بدیم وسیله علل باطنی رفتار شما و شخصیت واقعی شما را که قطعا خودتان نیز از آن بیخبرید برایتان شرح دهم زیرا اگر بنا باشد برای من و امثال من مأموریتی در جهان وجود داشته باشد این مأموریت این است که پرده ابهام و خطا را بدرم و حقایق را آنطور که هست نشان دهم و مخصوصا از محیط محسوس وارد قلم رو به نامحسوس روح و باطن کردم حقیقت این است که من از آدم های کوتاه بین از آدم نادان و بی اطلاع و آمیب بدم می آید و متاسفانه هر جا می جز این قبیل مردم نمی بینم برای من یک نوع احتیاج روحی است که نقاب از شهری این اشخاص بر کنار زنم و تا آنجا که می توانم حقیقت را به همه بگویم بیان که بدین نکته وقعی گذارم که گفته هایم اثری خواهد داشت یا نه به دنبال خود غم خواهد آورد یا شادی تسلی خواهد داد یا نومید خواهد کرد آقا شما همونطور که گفتم آدمی مبتزل و عادی هستید یک دهاتی هستید که سلیقه دارد ولی سلیقه دهاتی دارد ظاهر شما و ساختمان بدن شما رضایت بخش است ثروت و موفقیت نیز به شما یک نوع ظرافت وحشیانه بخشیده است که گاه آن را به جای هوشمندی و فهمیدگی واقعی به کار میبرید با چنین سلیقه دهاتی و ظرافت وحشیانه ای قطعا وقتی گابریل احکف را دیدید دهانتان آب افتاد درست مثل شکم پرستی که خود را در برابر ظرف غذایی اشتها آور و خوش رنگوبو و بیابد با خود گفتید بد نیست به درد من میخوره همانطور که در مورد یک مال و تجاره یا یک غذای خوب فکر میکردید ولی اشتباه شما همینجا بود شما این فرشته را از بهشت خود دور کردید برای اینکه او را به دوزخ آورید او را با اجتماع یعنی با زشتی آشنا کنید اسم او که نام فرشتگان آسمان بود گابریل تبدیل به نام زشت و ناهنجار خود کردید و او را که برای عشق و زیبایی و پاکی ساخته شده بود به صورت یک کدبانوی خانه به صورت مادر بچه درآوردید این گل را که زیبایی آنچون زیبایی مرگ بوده در فضای مسموم و نامطبوع زندگی عادی پژمردید و امروز روح شما روح دهاتی و مبتزل و آمی شما که خود را مسئول این پژمردگی نمیداند زیرا نمیتواند بفهمد که چه گناه موهشی مرتکب شده از پژمردن این گل به اسیان آمده است یک بار دیگر فکر کنید جریان واقعی چه بود شما این دختر زیبا را که دیدگانش همیشه اثر رؤیای عمیق و غم در خود داشت به خانه خیش بردید او برای شما فرزند یابد که از هر حیث شبیه شما بود ولی زن شما این فرزند را به قیمت زندگانی خود به دنیا آورد نیرو و رمق خیش را به بخشید و این فداکاری او به بهای هستی تمام شد ولی آقا به قیمت هستی او زیرا زن شما دارد می میرد همه کوشش من در این مدت صرف آن شد که نگذارم او در آن محیط زشت و مبتزلی که به دست شما فراهم آمده بود بمیرد البته نتوانستم مانع مرگ بشوم ولی توانستم کاری کنم که او از گرداب شوم ابتزال که به دست شما درم پرتاب شده بود نجات یابد و اقلا هنگام مرگ خود در آغوش زیبایی و صفا جان دهد و با غرور رضایت بر چهره مرگ بوسه زند ولی در آن ضمن که من این موجود آسمانی را به بهشت خود باز میگرداندم و او آخرین روزهای خیش را با مسی و شوقی قمالو طی میکرد شما طبق معمول خود در راه رو سرگرم معاشقه با کلفت ها و پرستاران بودید و در همین هنگام بچه شما بچه گابریل بزرگ می شد فردا او مردی خواهد شد مثل شما و قطعا زندگانی وی نیز نظیر زندگانی شما خواهد بود خوب تجارت خواهد کرد خوب خواهد خورد و خوب با کلفت ها معاشقه خواهد کرد و به هر صورت مثل همه مردم محترم و سالم و عادی دنیا خواهد بود یعنی از اول دنبال نفع خودش را خواهد گرفت به همه دروغ خواهد گفت در روح خود هیچ هیجان و ناراحتی غیرعادی احساس نخواهد کرد به زندگی خوشبین خواهد بود و با دستگاه اجتماع خواهد ساخت و در هر حال احمق خواهد ماند اگر هم بازرگان نشود نظامی کارمند دولت خواهد شد و چون مرتبا به دولت مالیات خواهد داد دولت نیز او را خدمتگزار جامعه خواهد شمرد و برای حفظ منافعش قانون وضع خواهد کرد آقا من صریحا میگویم که از شما متنفرم هم از شما و هم از بچه شما متنفرم به دلیل آنکه از زندگی مبتزل و احمقانه و در این حال پر سر و صدا و موفقیت ها که شما و امثال شما میگذرانید متنفرم متنفرم برای اینکه این زندگی درست نقطه مقابل زیبایی واقعی درست دشمن این زیبایی است نمیگویم این تنفر من عملا نتیجه خواهد داشت زیرا هربه شما در زندگی قویتر از از هربه من است من هم مانند شما میدانم که آن کس که در زندگی پیروز شده است شمایید برای اینکه شما با زندگی و دستگاه اجتماع هماهنگی دارید در صورت که من به جز سلاح عالی ولی بی اثری که وسیله انتقام ضعیفان است ندارم سلاح حرف و قلم ولی آقا این گفته آخرین مرا باور کنید این نامه من به خاطر انتقام نوشته نشده منظور من فقط آن بوده است که اگر بتوانم یک لحظه در روح آرام و خونسرد شما طوفانی به وجود آورم یک لحظه آن را بلرزانم یک لحظه گناه واقعی شما را از نظرتان بگذرانم اگر نامه من چنین اثری ببخشد خود را پیروز خواهم دانست دتلوف اشپینل آقای کلیوتر یاهن با چهره افروخته و نگاه شرربار در اتاق شپینل را کوفت در دست خود ورق کاغذ بزرگی داشت که آن را پیاپی در هوا تکان میداد یک ساعت پیش این نامه توسط پست برایش رسیده بود و برای اینکه فاصله دو اتاق بیمارستان را طی کند از آینفرید به اداره پست و از اداره پست به آنفرید سفر کرده بود کلوت ریهن وارد اتاق اشپینل شد و فریاد زد آقای عزیز به نظر من احمقانه تر از این کاری نیست که آدم برای همسایه پهلو دستیش به جای حرف زدن کاغذ بنویسد و هم این کاغذ را با پست برای او بفرستد راستی شما نویسنده ها شعور عملی عجیبی دارید ببخشید گفتید این کار احمقانه است البته ارز کردم از این کار احمقانه تر ممکن نیست به جهت من به جای کاغذ نوشتن آمدم تا جواب شما را شفاهن بدهم وانگهی اگر این نامه شما علت بعضی تغییرات روحی زنم را برایم روشن نمی کرد اصلا زحمت بحث درباره آن را به خود نمی دادم برای اینکه من مرد عمل هستم می فهمید آقا من مرد عمل هستم من نمی توانم وقت خود را صرف خواندن پرت و پلاهای شما کنم گفتید پرت و البته گفتم پرت و پلا اولا برای اینکه خط شما روشن نیست مثل خط زنها میماند در صورتی که خط لازم نیست قشنگ باشد بعد خانه باشد سانیان من آمادم سریحا بگویم که به نظر من شما یک دلغک شارلاتان بیشتر نیستید اجازه بدهید برای اثبات این عرایزم دلیل و منطق نیاورم در یک لحظه کلوتریان خاموش شد سپس با خشم زیادتر گفت زنم یک بار به من نوشته بود که شما هیچ وقت زن خوشگلی را از روبرو رو نگاه نمی کنید و فقط یک نظر تند سطحی به او می تا از او یک خاطره ایدئالی همراه ببرید نه خاطره صورت واقعی او را که ممکن است زشت باشد به نظر من همه روحیه شما را از همین نمونه می توان شناخت شما و امثال شما زیر نقاب زیبایی حس زبانی و ضعف و حسد خود را پنهان می کنید از مواجهه با حقیقت زندگی می ترسید و اسم آن را جمال پرستی می گذارید. و جهت بود که اشاره شما به معاشقات من در دالانها به جای اینکه مرا خشم می کند به خنده انداخت. ببخشید من نوشته بودم معاشقات شما در راه روها. آه راستی این حرفای شما مرا دیوانه می کند آقا. شما همه آدم های دروی هستید برای اینکه از مواجهه با حقیقت می ترسید. خود شما روزهایی که من هنوز از اینجا نرفته بودم مرتبا با من سلام علیک می کردید با من حرف می زدید و می خندیدید آن وقت یک روز ناگهان نامه برای من می نویسید که سرتاپا از ناسزا و دشنام آکنده است کاش فقط به همین نامی احمقانه اکتفا کرده بودید ولی پشت سر من و بر ضد من به توتعه پرداختید نمیدانم برای چه شاید به قول خودتان برای اینکه زن مرا دوباره به دنیای زیبایی آسمانی برگردانید ولی در نظر من این حرفا معنی ندارد به نظر من مقصود اساسی شما این بوده که در دل او حوسی پدید آورید در این صورت بی خود زحمت کشیدید من زن خود را بهتر از شما می شناسم کلیتر یاهن دوباره ساکت شد و سعی کرد با چند نفس امیر خشم خود را فرو نشاند سپس بار دیگر با هیجان تمام فریاد زد آقا به من نوشتید که از من متنفرید میخواهید بفهمید چرا برای اینکه خوب میدانید که من قویتر هستم من قلب سالم دارم چقدر دلم میخواست همکنون یک جفت کشیده بزنم به صورت شما ولی چه احتیاجی به کشیده است آقا من رو که میبینید آدم معتبری هستم تنها اسم من یک میلیون ارزش دارد ولی شما آیا کسی را پیدا میکنید که از او یک لیارد قرض بگیرید اصلا شما نویسنده ها شما شاعرها چه میگویید شما که هیچ کار مفیدی نمی کنید به چه حق زندگی می کنید آقا شما یک خطر اجتماعی هستید از شما باید همانطور گریخ که از بلا می گریزند باید بر ضد شما عرض حال تنظیم کرد کلتر یاهن دوباره کاغذ را در برابر اشفنگل تکان داد و در حالی که بدن اشاره میکرد گفت این بهترین سرد خبت دماغ شماست می نویسید؟ ندیدید که دختران آواز میخوانند نقطه سر سطن. نه آقا آواز نمیخواندند آب بازی میکردند این منظره آسمانی را ندیدید؟ چرا آقا البته که دیدم برای اینکه من هیچ فقط از گوشه چشم نگاه نمی کنم ولی نمیدانم چرا می بایست به دیدن این منظره نفسم را در سینه حبس کنم و قلبم را از تپش باز دارم و از آنجا بگریزم اولا نمیشه قلب را از تپش باز داشت برای چه این کار بکنم چرا از آنجا بگریزم من وقتی از زنی خوشم بیاید به جای اینکه بگریزم به طرفش میروم برای اینکه من آدم سالم هستم آقا من مثل شما نویسنده ها مریض و غیر عادی نیستم من زن را به صورت زن نگاه میکنم او را فرشته کنم تا برای زیبا شدن به دست مرگ بدهم میفهمید شما به خیال خودتان زن مرا به آستانه معبد مقدس جمال بردید ولی او را در آستانی معبد قربانی کردید وجود شما دیوانه ها یک خطر اجتماعی است نمیفهمم چرا امثال شما را اینطور آزاد میگذارم که آدم های سالم را هم بیمار کنید کلتر یاه نگان صدای خود را که بلندتر و خشمالوتر میشد قطع کرد از بیرون در چند ضربت پیاپی بر در اتاق کوفته شده بود اشپینلیز که تا آندم هیچ حرف نزده بود سر بلند کرد صدایی از پشت در فریاد زد آقای کلیتریاهن اینجا هستن کلیتریاهن خشم بگید فریاد زد بله اینجا هستم چه خبر شده مگر نمیدی مشغول صحبت هستم دوباره صدا از پشت در با آهنگی که از فرط اضطراب و تأثر به زحمت شنیده میشد گفت آقای کلیتریاهن زود بیایید فورا بیایید دکتر و پرستارانم آنجا هستند خدایا کلیتریاهن با دو جست در رو باز کرد و از شتاب به سینه خانم اشپتس خورد خانم اشپتس که دستمالش از عشق خیز شده بود گریه کنن گفت حال خانم تا چند لحظه بیش خوب بود روی صندلی نشسته بود و زمزمه میکرد قطعه تریستان واگنر را زمزمه میکرد به یک قسمت آن که رسید دو سه را زیر لب تکرار کرد ناگاهان صرفه شدیدتر و طولانیتر از همیشه به دو دست داد و دوباره از سینهاش خون آمد ولی این بار خون اونقدر زیاد بود که دیگر متوقف نشد آه خدایا خدایا کلوتر یهان خود را به طرف اتاق بیمار رفت کرد. در حالی که پیاپی فریاد میزد گابریل گابریل اشپینل در میان اتاق همچنان ساکتی ایستاد چند دقیقه بی حرکت از در اتاق که باز مانده بود به راه رو نگاه کرد سپس به کنار در آمد و به دقت گوش داد ولی هیچ صدایی شنیده نمیشد زیرا درهای اتاق همه بسته بود آنگاه اشپینل نیز در را بست و با قدم لرزان شبیه مستی که تلو تلو بخورد به کنار پنجره آمد. در باغ آینفرید پرندگان جا به جا بر فراز شاخه های درختان به نقم سرایی مشغول بودند و بهار زیبا از همکنون در زیر بم آوازها و نقمات عاشقانی آنها خود نمایی میکرد. آفتاب با گرمی دلپذیر خود بر چهره نخستین جوانهای سبز درختان بوسه میزد. از دور کوهستان زیبا جامعه سیمین برفستن به درآورده بود تا اندام برهنه خیش را بر آفتاب و حیات بخش عرضه دارد کناری افق اندک اندک شنگر می شد و جامعه ارغوانی بر تن می کرد وزش نسیم ملایم نزدیک غروب آهسته آهسته شدت یافت و به صورت ناله لطیف باد درآمده بود که هر لحظه بلندتر شد. اشپینل از شنیدن این موزیک طبیعت ناگهان از جای جست زیرا آهنگ هوس را به یاد آورده بود آن قسمتی از آهنگ را که آن شب ناتمام مانده بود برای اینکه گابریل نتوانسته بود از قسمت مرگ ایزول جلوتر برود از بیرون پنجره از داخل با صدای قهقه کوتاه و ضعیفی به گوش اشپینل رسید سر بیرون کرده و به باغ نگریست درون کالسکی بچگانه آنتون کوچولو پیشا پیش پرستارش حرکت می کرد و درسای کوچک و سرخ و فربه خود را به هم می و قهقه می زد. اشپینیل پنجره را بست. زیرا یک بار دیگر دریافته بود که زندگی، زندگی عادی و طبیعی دارد او را مسخره می کند. و امیده بود یک بار دیگر قانون طبیعت از او انتقام می گیرد. پایان